چندی پیش دو هنرمند ایرانی برنامه مشترکی رو در لس آنجلس برگزار کردند که با نوآوری‌های ویژه‌ای همراه بود. بهاره عمیدی شاعر و روان درمانگر و لیلا سالارتاش نقاش در یکی از ساختمان‌های شهر و در حضور جمعی از علاقمندا به شعرخوانی و نقاشی پرداختند و لحظات خاطر انگیزی رو برای هنردوستا رقم زدند. گزارشی داریم از آرش راد. بهاره عمیدی شاعر و لیلا سالارتاش نقاش برنامه‌ای را با نام In the Moment یا در لحظه در طبقه انتهایی یکی از ساختمان‌های بلند در شهر لس آنجلس برگزار کردند. در این برنامه یک ساعته که با همراهی سه موزیسین همایون خسروی، حمید سعیدی و اما استنسفیلد همراهی می‌شد، بهاره عمیدی شعرهای خود را برای حاضرین می‌خواند و لیلا سالارتاش در این فاصله با الهام از اشعار و فضای موسیقی و جمع حاضر نقاشی می‌کرد. خیلی تجربه خوبی بود. همیشه برای من جمع یه انرژیای مختلفی دارن و امشبم من یه انرژی خاصی احساس کردم که خیلی باز بود. در واقع همه اومده بودن ببینن چیه و بنابراین هیچ چیزی فکرشون نمیرسید چی میتونه باشه. خیلی احساس بازی احساس کردم، ولی چند لحظه بود که با چند نفر یا با لبخند یا با یه اشکی که اینطوری پاک میشد به من نشون میدادش که لحظه قشنگی بوده امشب. این کلمات قدرت خودشو وقتی به آدم بده، یعنی امکان داره که من به تمام موزیک گوش نکردم، من که خودم مشغول افکار خودم بودم، به تمام شعر گوش نکردم، ولی اون لحظه اون موزیک که منو میبره به اون جایی که بعد اون کارو بکنم، اون لحظه، اون کلمه‌ای که بهاره استفاده میکرد تو شعراش، منو میبره به یه جایی که بتونم استفاده کنم، همون باعث شد که من اون حرکت رو انجام بدم، اون رنگم رو انتخاب کنم و یا اون فرمم رو مشخص کنم توی نقاشی. بهاره حمیدی روانشناس و مشاور است که نزدیک به 30 سال در آمریکا زندگی کرده و چند سالی است که به دلیل کار همسرش در ابوظبی ساکن شده است. حضور او به عنوان بیننده نزدیک به 2.5 سال پیش در کنسرت گروه موسیقی کامکارها در آن منطقه او را وارد دنیای شعر و ادبیات کرد. جالبه که من واقعا به سراغ شعر نرفتم، ولی شعر اومد به سراغ من. شعر به من یه فضایی داده که به حرف دل خودم گوش کنم و خیلی از زخمامو که پوشونده بودم روشونو، این چسباشو برداشتم. شعر به هم یه فضایی داده که این زخما نفس بکشن و کم کم بهتر بشن. لیلا سالارتاش که فارغ التحصیل رشته نقاشی در ایران است، از حدود 4 سال پیش فرم نقاشی به صورت زنده را شروع کرده است. وقتی که بومم رو کار میکردم میذاشتم توی کنار اتاق، فردا اگه میخواستم کار کنم میرم روام بومه، اون اصلا تبدیل میشه به یه چیز دیگه. بعد من فکر کردم که خب من با لحظه هام دارم زندگی میکنم و این لحظه های من هستن که این نقاشیه رو درست میکنم، و این برای این مبنا نیستش که من ارزش کار قبلی مو نمیدونم، برای این مبنا هستش که اون لحظه من، اون کاری که انجام دادم رو اون بوم، من فکر میکنم که مثلا الان میتونه خیلی جای دیگه شیفت بکنه و یه جای دیگه این انرژی و این حرکت بره. آشنایی حمیدی از 1 سال پیش با مؤسسه‌ای در آمریکا که 23 سال از کار شعر درمانی می‌کنند و شرکت در کلاس‌های آنها او را تشویق به راه اندازی برنامه مشابهی در ابوظبی کرده است که بسیار نیز مورد توجه قرار گرفته. توی ابوظبی من کاری که می‌کنم، هفته یک بار میرم به خونه‌های به نام سیف هاوس، جایی که خانومایی میان که توی خونه های کار میکنن که اذیت میشن، چه اذیت فکری چه سکشولی، یه نوع ابیوسی میشن و از اونجا فرار میکنن و میان توی سیف هاوس، و من هفته یک بار میرم اونجا و اونجا با هم پویتری ثرپی میکنیم که در واقع صدای خودشونو بشنفن و منم با صدای خودم آشناتر بشم. سالارتاش در طول برنامه 3 تابلو نقاشی کرد که همه آنها نیز در پایان برنامه به فروش رسید، به لحظه که پایان کارش اشاره می‌کند. واقعا فکر می‌کنم تموم دیگه نمی‌تونی ادامه بدی. حالا به عنوان
چیزی که این کار علاوه کمپوزیشن رنگ هر چی که داشتی ریختی رو این بومه، برای این فرم، برای این نوع رنگ همه رو ریختی، دیگه نداره هیچی. اون وقت اگه یه بوم جدید بهت بدن میتونی رو بری یه کار جدید بکنی رو، ولی اون بومه وقتی که فکر میکنی که دیگه با این چیزی نمونده که بهش اضافه کنی، اون لحظه دیگه تمومه. امیدی که به دو زبان انگلیسی و فارسی شعر میگوید، از کوچکترین اتفاقات اطرافش برای شعرهایش الهام میگیرد. همیشه همه آدمای دنیا اون لطافت قلب مردم رو شاید حس نکنن، به خاطر اینکه اینقدر وقتشون کمه و اینقدر کار دارن و اینقدر بیزی هستن که اون وقت رو ندارن لبخندی یه بچه رو ببینن که جلوشونه، یا یه زن پیری که میخواد از خیابون رد بشه دستی کمک لازم داشته باشه. بنابراین امیدوارم که من اون لطف و لطافت قلب رو بتونم در دیگران حس کنم و همیشه براش وقت داشته باشم. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.